عامل حمله انتحاری سروش در ترکیه که به کشته شدن دست کم 32 تن انجامید شناسایی شد. شیخ عبدالرحمن الاگز، دانشجوی 20 ساله اهل آدیامان در جنوب شرق ترکیه، از اعضای وابسته به گروه داعش است که روز دوشنبه به محل تجمع جوانان هوادار مبارزان کوبانی حمله کرد. در این حادثه مرگبار دست کم 100 نفر زخمی شدند. اجساد کشته شدگان این حادثه با حضور بستگان قربانیان و صدها نفر از ساکنان سروش به خاک سپرده شد. این مراسم در میان خشم عزاداران از کوتاهی و سهل‌انگاری دولت ترکیه در تأمین امنیت داخلی و دست کم گرفتن تهدیدهای داعش برگزار شد. ساعتی پس از نخستین حمله گروه افراطی داعش در ترکیه، صدها تن در شهرهای مختلف از جمله سروش و استانبول دست به تظاهرات زدند. این تجمع اعتراضی در استانبول در ابتدا آرام بود، اما پس از دقایقی به خشونت گرایید و پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش متوسل شد.